به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. من پرویزیام، اتفاق همکارانم چشم‌انداز امشب و تقدیم حضورتون میکنیم. خب ارتباطمون با آقای دکتر سعدوندی و همینطور آقای دکتر مولوی همینک برقرار هستش. تصویر هر دو عزیز رو بدید، من سلام علیکی بکنم و گفتگو رو شروع بکنیم. آقای دکتر سعدوندی سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر پرویزیان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم این برنامه، مردم شریف ایران، و همچنین خدمت میهمانان محترم برنامه سلام عرض میکنم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیز التماس دعا دارم در این لیالی محترم و گرانقدر در خدمت شما هستم. انشالله که در این ایام قدر ما رو هم دعای خیرشون مردم محروم نسازند و هر آنچه که خوبی هاست مقدر همه مردم کشورمون باشه. ما عنوان برنامه رو گذاشتیم بورس کالا و شفافیت اقتصادی، و خب نظرسنجیمون هم سوالاتمون کاملا واضحه که مورد نظرمون چی هست و دقیقا چی داریم میپرسیم. آقای دکتر سعدوندی، آیا در دنیا بورس کالا، حالا یا واژه کامودیتی هم به کار ببریم، ناظرمون ایراد میگیره، میگه چرا واژه خارجی به کار بردین؟ این رو شما یه مقدار برای ما توضیح بدید، یه مقدار بیننده های ما آشنا بشن که آیا تو دنیا مثلا لوازم خونگی و لوازم برقی و آب میوه‌گیری و ماشین رخشویی رو میارن توی مثلا بورس عرضه میکنند یا نه یه سازکار دیگری داره و بورس کالا ساخته شده برای یه جای دیگری، شاید این قابلیت هم داشته باشه. یعنی اساسا ماهیت بورس کالا چیست و نحوه معاملات چیست و چه چیزهایی میتونه توی این بورس کالا داد و ستد بشه؟ دیدگاهتون چیست آقای دکتر؟ بله کاملا درست میفرمایید. ریشه این مشکلی که الان پیش اومده و سوالی که شما مطرح فرمودید این هست که ما اومدیم کامادیتی رو از زبان انگلیسی به کالا در زبان فارسی ترجمه کردیم، در حالی که کالا در زبان فارسی یک واژه بسیار بسیط‌تر وسیع‌تری هست، یعنی هر نوع کالا رو ما کالا می‌دانیم، ولی در زبان انگلیسی وقتی از کامادیتی صحبت می‌کنیم نیازی، یعنی در واقع بخش خاصی به طور مشخص منظورمون کالاهای همگنی هستند که در حجم زیاد و با استانداردهای تقریبا یکسان معامله می‌شوند. اگر بخوام مثال بزنم خدمت شما که منظور از کامادیتی چه هست که در بورس‌های کالایی معمولا مورد معامله قرار میگیره، مثلا به عنوان مثال نفت هست. البته نفت خام انواع و اقسام داره، در واقع هر چاهی برای خودش یک مشخصاتی داره نفتش، ولی سعی کردن یک نفت خاصی رو استاندارد قرار بدن و اون نفت خاص استاندارد رو در بورس عرضه میکنن، هرچند که ممکنه که اون نفت خاص استاندارد رو به وجود بیاورن، مثلا نفت بسیار سبک رو با یک مقدار نفت های سنگین تر مخلوط کنند و دقیقاً همون استانداردی که تعریف شده در بورس کالایی همون نفت مثلا عرضه بشود. و یا در زمینه کالاهای کشاورزی به همین صورت هست، اون کالاهای کشاورزی که به صورت فله به فروش میرسد رو در بورس‌های کالایی عرضه می‌کنند. البته یک مقداری در طول زمان یک مقداری این دامنه در واقع تحت نظر بورس‌های کالایی گسترش پیدا کرده. مثلا در بورس‌های کالایی، مثلا در بورس کالایی شیکاگو شما می‌بینید که انواع و اقسام گوشت هم مورد معامله قرار می‌گیره، ولی باز هم اون گوشت هم استانداردهای خاص خودش رو داره و حالت همگن پیدا می‌کنه. بنابراین کالاهایی که حالت همگن پیدا می‌کنن و قابلیت استانداردسازی دارن، بهترین روش این است که بخشی از اون کالاها در بورس کالا مورد معامله قرار بگیره. نکته مهمی که اینجا من باید خدمت شما عرض کنم این هست که بخشی از اون کالاها، چرا عرض نکردم همه کالاها؟ ببینید بورس کالا یک ابزاری هست برای یک مقصد خاصی که به نظر میرسه که کارشناسان عزیز کشورمون، اقتصاددانان و مدیران بازار سرمایه به نظر میرسه که با این مفاهیم خیلی آشنا نیستند. ما از بورس کالا برای تعیین قیمت کالای همگن استاندارد در یک محیط رقابتی استفاده می‌کنیم. مثلا ما خیلی وقتا در اخبار هم شنیدیم که وقتی قیمت نفت رو می‌خوان اعلام کنن میگن قیمت نفت برنت یا قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت. ببینید نفت برنت یک نوع نفت خاص هست که از یک سری چاهای خاص استخراج میشه یا به صورت مصنوعی تولید میشه که تحت عنوان بلند برنت شناخته میشه و این در بورس
کالای در واقع در بورس نفتی که در لندن هست تحت عنوان IPE International Petroleum Exchange اونجا مورد معامله قرار میگیره. چه مقدار حجم این نفتی هست که مورد معامله قرار میگیره؟ بسیار کم. اما همین مبنای میشود که بخش عمده ای از معاملات نفت در دنیا بر اساس همون قیمت نفت برنت در واقع معامله میشود. بنابراین میاییم سازکاری رو به وجود میآوریم، یک سازکار کاملا رقابتی و کاملا استاندارد رو ما به وجود میآوریم، از جنبه های مختلف هم سعی میکنیم استاندارد باشه تا به قیمت بازار آزاد برسیم. اینکه بورس کاملا رقابتی باشه و اینکه قیمت بازار آزاد از این بورس حاصل بشود، این بسیار مهمه، در حدی که حتی قیمت نهایی وقتی میخواد تعیین بشه یک سری اسباب و سازوکار و مکانیزم داره که مثلا یک میانگینی بگیرن از قیمت مثلا 15 دقیقه آخر یا مثلا نیم ساعت آخر یا یک ساعت آخر، و یک بوردی وجود داره، یک هیئتی وجود داره که این هیئت میان روی قیمت نهایی نظر میدن و قیمت نهایی رو تعیین میکنن و این هیئت کاملا مستقل هست و به دید طریق سعی میکنن که قیمتی که از بورس‌های کالایی بیرون میاد یک قیمتی باشه که مورد اقبال جامعه باشه، مورد اقبال بازار باشه. حالا چرا ما به چنین قیمتی احتیاج داریم؟ دلیل اصلیش این هست که وقتی که شما قیمت رو از یک مکانیزمی که مورد اقبال جامعه بود به دست آوردید، عرض کردم خدمتتون نکته اول این هست که قیمت سایر کالاهایی که به این کالا نزدیک هستند هم به دست میاد. مثلا قیمت نفت مثلا خلیج فارس هم یا قیمت نفت ایران هم ممکنه که بر اساس قیمت نفت برنت تعیین بشه. این نکته اول هست. بنابراین ما خیالمون راحت هست که قیمتی که برای نفت ایران هم تعیین شده قیمت منصفانه ای هست. البته اگر نفت رو ما یک کالای جهانی بدانیم که میدانیم، ولی در مورد مثلا گاز طبیعی چنین مسئله صادق نیست. حتی اگر از بورس قیمت گاز طبیعی بیرون بیاد، قیمت گاز طبیعی در اروپا رو نمیشه به ایران تسری داد. نکته دومی که این در واقع ابزار مؤثر میتونه برای اقتصاد بسیار مفید باشه این هست که ما یک سری قراردادهای بیمه‌ای تحت عنوان مشتقات، قراردادهای مشتقه یا دریوتیوز، ما روی این قیمتی که عادلانه بوده و از بورس به وجود آمده، ما یک سری در واقع میایم ابزارها رو تعریف میکنیم، مشتقات رو تعریف میکنیم. نقش این مشتقات چیه؟ نقش این مشتقات به طور مشخص این هست که بیمه انجام میدهند در بازارها و این خیلی مسئله مهمی است. چرا در بازار ما، چرا در ایران تلاطمات نرخ ارز اینقدر به اقتصاد ما ضربه میزنه؟ دلیلش این است که ما ابزار پوشش ریسک یا ابزار هجینگ یا ابزار تضمین و بیمه نرخ ارز رو در بازار ایران تعریف نکردیم. البته تا حدی تعریف کرده بودیم. به چه صورت؟ به این صورت که ما قرارداد آتی سکه در بازار بورس کالا داشتیم که این در واقع آتی سکه رابطه خیلی نزدیکی با قیمت ارز هم داشت و عجیب اینجاست که دقیقاً در همان روزهایی که ما بیش از هر زمانی در تاریخ اقتصاد کشورمون نیاز به این ابزار داشتیم، متاسفانه ابزار مؤثر برای بیمه نرخ ارز و بیمه قیمت طلا که همون معاملات فیوچرز یا معاملات آتیه طلا و سکه طلا باشه، متاسفانه در بورس متوقف شد و این یکی از شگفت انگیزترین مسائلی است که در کشور ما اتفاق افتاده و در تاریخ خواهد ماند. آقای دکتر، این که شما گفتید که البته حالا اون موقع هم گفته شد که تصور این بود که این قیمت معاملات آتی این باعث داره میشه که قیمت الان هم افزایش پیدا بکنه، که این حالا استدلال اون موقع بود، انشالله که درست فکر کردن. اما به هر حال ابزارهای نوین معاملاتی بورس کالا رو اینجوری عملا متوقف کردن. یعنی نتیجه میگیم ما یه بورسی رو داریم که ابزارهای نوین مالی رو ازش بهره نمیبره. این به کنار. اما دو تا نکته اساسی تو صحبت‌های شما بود. شما فرمودید گوشت، بله ما در واقع بازار محصولات کشاورزی داریم، اونم بازار به بورس بسیار قدیمی و با سابقه شیکاگو هستش، که گندم هم در اونجا عرضه میشه، شکر هم هستش، روغن هم هستش. یعنی دو تا اصل اساسی است. شما گفتید تولید کالای همگن و در فضای رقابتی، یعنی اگر کس دیگه هم بخواهد میتواند بیاد اونجا گوشت عرضه بکنه. این نیستش که ما بگیم در کشور رو بستیم تو فضای انحصار به هر دلیل درست هستن، توی فضای انحصاری تولید کننده فلان محصول، نگیم خودروی لوازم خانگی، حالا
این به هر دلیلی هم تولیدش کمه، کمتر از نیاز بازاره، تو یک فضای کاملا انحصاری، اصلا نشانه ای از رقابت نیست. رقابت یعنی تولید انبوه محصول باشه بشه تصمیم گرفت که کشف قیمت بشه، بعد اینو بگیم حالا بیاریمش تو بورس، مثلا اونجا قیمتی در میاد، قیمت عادلانه است. خب این من نمیدونم آقای دکتر سعدوندی نظر شما چی سر ادامه این بحث؟ بورس کالای کشور ما واقعا قابلیت عرضه انواع اقسام محصولات این گونه رو داره یا نه ما از بورس نمیدونیم بچه طور استفاده بکنیم؟ شاید هم میشه این کارو کرد، حداقل لوازم خانگی آیا به معنی واقعی میشه که شما گفتید کالای همگنه یا خودرو و اینها اساسا وقتی در شرایط رقابتی تولید و عرضه نمیشوند و کمتر از نیاز بازار هستند و یک شکاف در واقع بین عرضه و تقاضا وجود داره، بردنشون در بورس حتی مشکلات دیگه‌ای رو ممکن نیست ایجاد بکنه؟ بله درست میفرمایید. البته من میخوام یک در واقع پیشینه‌ای رو خدمتتون عرض کنم. من خاطرم هست که در سال فکر میکنم سال 1384 بود، جناب آقای رضایی از بورس کالا با من تماس گرفتند، انشالله هر جا هستند سلامت باشند. اون زمان گفتند که ما میخواییم قرارداد فیوچرز یا قراردادهای آتی رو در بورس کالای ایران به اجرا در بیاریم و از من درخواست کردند که آموزش بدم و من طی چند جلسه کل مسائل مربوط به اجرایی کردن قراردادهای فیوچرز رو خدمتشون ارائه دادم. حالا این نکته خیلی مهم هست. اون زمان از من پرسیدند مسئولان بورس کالا که چه کالایی رو ما به عنوان اولین کالا در بورس کالا قرارداد فیوچرز رو عرضه کنیم، قراردادهای آتی رو روی کدوم کالا اول تعریف کنیم. من ازشون سوال کردم، گفتم روی چه کالایی میخواید تعریف کنید؟ گفتن روی مس. من عرض کردم خدمتشون که چنین کاری نکنید. گفتن چطور؟ عرض کردم که دلیلش این هست که ما کالاهایی رو باید بریم و تعریف کنیم برای قرارداد آتی که بالاترین نقدپذیری رو در کشور دارند. و توصیه کردم، از من پرسیدن که چه کالایی رو شما پیشنهاد میکنید؟ من عرض کردم سکه طلا. و خاطرم هست که یک مقداری خندیدند و شوخی کردند و اینها باورشون نمیشد و گفتن کالای دوم چیه؟ عرض کردم میلگرد. و گفتن که خب نه سکه طلا نه میلگرد تا حالا در هیچ بورس کالایی در دنیا عرضه نشده. من هم پاسخشون رو دادم که با تقلید ما به جایی نمیرسیم. در هر بازاری ما باید ببینیم کدوم کالاها از نقدپذیری بیشتری برخوردار هستن، حجم معاملات بالاتره، این کالاها مناسب هستن، کاندیدای مناسبی هستن برای اینکه ما بیاریم اینها رو در بورس و همینطور قراردادهای مشتقه رو روی اینها تعریف کنیم. بعدها با من تماس گرفتن وقتی من دیگه در ایران نبودم، جناب آقای رضایی برای من توضیح دادن که با مس جلو رفتیم به نتیجه نرسیدیم و در نهایت همون صحبتی رو که کردی، یعنی قراردادهای آتی سکه رو ما به جریان انداختیم. عرض کردم خدمتتون جای تأسف بود، وقتی که دقیقاً زمانی که ما به این قراردادها نیاز داشتیم با یک استدلال کاملاً وارونه که در ادبیات علمی دنیا رو این استدلال خیلی بحث شده و بحثم این بود که آیا بورس‌های کالایی و به طور مشخص قرارداد مشتقه و به طور مشخص‌تر قرارداد آتی باعث می‌شود مثلا قیمت طلا افزایش پیدا کنه، یا چون قیمت طلا داره افزایش پیدا می‌کنه قرارداد آتی زودتر این رو به نمایش می‌گذارد؟ آیا قراردادهای مشتقه و قراردادهای آتی وقتی عرضه میشه در یک اقتصادی باعث میشه که نوسانات قیمتی افزایش پیدا بکنه یا باعث میشه کاهش پیدا بکنه؟ ما الان شواهد متعدد، من حتی در کتابی که ترجمه کردم شاید بیش از 100 مورد تحقیق و پژوهش رو در اونجا مطرح کرده بود که وقتی شما مشتقات رو عرضه میکنید در بازارها باعث میشه نوسانات قیمتی کاهش پیدا بکنه. دقت بفرمایید، در زمانی که ما به این قراردادها احتیاج داشتیم این قرارداد لغو شده با استدلالی کاملا وارونه و به نظر میرسه حتی یک نفر نبوده در این جلسات که توضیح بده که در دنیا این مسائل مطرح شده، این حدس و گمان ها مطرح شده و مطالب علمی متقنی در این زمینه وجود داره. مثل قضیه واکسن، این هم در واقع قراردادهای مشتقه و بورس های کالایی مثل واکسن در اقتصاد عمل می کنند. علی حال من صحبتم این هست که ما باید به اقتصاد خودمون توجه کنیم، اما این که چرا مثلا لوازم خانگی و خودرو در بورس عرضه نمیشه، ببینید از نظر تئوریکش منعی وجود نداره که این کالاها در بورس عرضه بشوند، اما در بسیاری مواقع اینها بورس خودشون رو دارند. مثلا فلان پاساژ رو در تهران ما تحت عنوان بورس موبایل میشناسیم.
چرا اونو تحت عنوان بورس موبایل میشناسیم؟ چون تعداد زیادی افراد اونجا دارن یک موبایل خاص یا یک تعدادی موبایل رو عرضه میکنن و رقابت خوبی بین این افراد وجود داره. آقای دکتر ببخشید همینجا مجبورم به میان حرفتون بیام. باز همین مثال عرفی هم که زدید، یعنی رقابت، یعنی تعداد زیادی عرضه کننده، یعنی قدرت تصمیم گیری، نه انحصار. یعنی شما میفرمایید میگید بله وقتی که رقابت وجود داشته باشه، بله به لحاظ شما میفرمایید به لحاظ تئوریکی به قول نظری ایرادی نداره، بله. اما دو تا در واقع به لحاظ نظری دو تا اصل بالادستیش چی؟ یعنی همگن بودنش و شرایط رقابتی. وقتی این دو تا نیستش، یعنی اساس تئوریک عرضه این مدل عرضه در بورس کالا با دچار ایراده. ببخشید ادامه صحبتتون. بله خواهش میکنم، عرض میکنم خدمتتون. ببینید واقعا اینطور نیست. حالا چرا؟ برای اینکه الان دو موردی رو شما مطرح فرمودید که هر دوی مورد، یعنی هم در مورد خودرو و هم در مورد لوازم خانگی، هر دوی این کالاها کالاهای دیوربل هستن یا کالاهای بادوام هستن. در کالاهای بادوام یا کالاهای دیوربل هیچ وقت عرضه کننده نمیتونه قدرت انحصاری مطلق داشته باشه. این به معنی تایید وضعیت انحصاری بازار ایران نیست. جناب دکتر پرویزیان، شما میدونید که بنده سالیان سال هست دارم با انحصار مبارزه میکنم و به طور مشخص با انحصار بازار خودرو بنده سالیان سال هست که دارم مبارزه میکنم. دقت میفرمایید. اما صحبتم این هست در بازار کالاهای دیوربل یا کالاهای با دوام قدرت انحصارگر محدود خواهد بود. از طرف دیگر تعداد بسیار زیادی خریدار وجود داره که خریداران کاملا همگن هستند. بنابراین امکان عرضه به باور بنده، لاقل تا اونجایی که بنده سوادم میکشه و میدونم، امکان عرضه مثلا چند خودروی خاص در بازار بورس به نظر من فراهم هست. همینطور در مورد لوازم خانگی خاص هم میشود چنین چیزی رو مطرح کرد. اشکال کجاست؟ اشکال اینجاست که شما خیلی نمیتونید حالا قرارداد مشتقم رو این معرفی کنید. حالا چرا نمیتونید؟ چون بنابر این هست که خودروهای جدید به بازار عرضه بشه. لااقل در بازار غیر انحصاری اینطور هست که حداقل هر سال یک مدل جدید مثلا خودرو بیرون میاد، یا در زمینه لوازم خانگی هر سال سعی میکنه یک تغییر کوچک هم که شده، یک پیشرفت کوچک هم که شده در تولید اون لوازم خانگی به وجود بیاورد. بعیده در کشور پیشرفته‌ای در دنیا شرایط تولیدی کشور ما حاکم باشه که ما مثلا به تولید کننده پنکه برقی اعلام می‌کنیم یا به تولید کننده کولر آبی اعلام می‌کنیم که اگر شما 50 سال تولید رو تغییر ندادی هیچ مشکلی برای ما نداره. با این وضعیت بله میشه کولر آبی هم در بورس عرضه کرد، ولی توصیه این هست که ما بریم به سمت اینکه پویایی داشته باشیم و کالاهای متعدد و جدید رو عرضه بکنیم. یک نکته دیگر هم باید خدمتتون عرض کنم. چی رو داریم با چی مقایسه میکنیم؟ بازار عرضه خودرو در بازار بورس کالا هیچ وقت مانند عرضه مثلا فلزات در بازار بورس کالایی نخواهد بود. اما اگر اینو بذاریم در مقابل بزرگترین کازینوی ملی در دنیا که ما در کشور خودمون ایجاد کردیم و بخت آزمایی انجام میدیم روی خودرو، که من باور کنید بنده به عنوان یک متخصص اقتصاد و متخصص بازارهای مالی که 20 سال در بازارهای مالی بین‌المللی حضور داشتم، من تا امروز چنین چیزی ندیدم. یعنی چنین افتضاحی در سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت اقتصادی بنده تا امروز سراغ ندارم. اگر بنا هست که با استفاده از ابزار بورس کالا این بریت بخت آزمایی خودرویی متوقف بشه، به نظر من یک قدم به جلو هست. هرچند که کامل اون تعاریف کالاهایی که باید در بورس کالا در واقع عرضه بشود رو کامل پوشش نمیدهد خودرو یا لوازم خانگی، ولی از وضعیت فعلی به نظر من به مراتب بهتر است. بله باز یه نکته رو باز خود شما هم گفتید که بگی مثلا 50 سال دیگه هم پنکه همجوری تولید کن. البته حالا خودروساز اونم عادت داره دیگه، آید دکتر دیگه ماشین سال 1990 رو هنوز داره تولید میکنه دیگه. سال دیگه. حالا چون میگیم خب حالا این قراره حالا 32 سال تولید کنه یا 20 سال دیگه هم تولید بکنه، پس همچنان همگن همین محصوله میاد. حالا کاری نداریم که تو دنیا دائم خودروها مثلا تغییر میکنن، متحول میشن، حالا ما حالا چراغشون و زهشون اینا یه ذره تغییر شکل پیدا میکنه، خب با این وضعیت میتونن بیان توی بورس. آیدا چطور صد ندید دیدگاه شما درباره استدلال آقای فلاح چیست؟
بله، من تا حدود زیادی قبول دارم استدلال های جناب فلاح رو. یعنی ما باید ببینیم که جایگزین این که کالا در بورس عرضه نشه چیست، و البته یک مقداری بالاخره نقد های هم اینجا به خود بورس وارد هست که متاسفانه کل بازار سرمایه ما و بورس های ما متاسفانه یک فضای رقابتی و آزاد ندارد. یعنی اگر که این بود خب خیلی بهتر میشد. یعنی همون نقدی که به خودروساز وارد هست، همون نقد به با بورس های ما هم وارد هست. در دنیا اینطور هست که یک سازمان نظارت بر بازارهای مالی وجود داره، مثلا SEC که در کشور ما در ایران تحت عنوان سازمان بورس اوراق بهادار شناخته میشه، که میبایست یک نهاد حاکمیتی میبود که هیچ وقت نبوده است تا امروز. و این در واقع نهاد حاکمیتی باید بر بورس های متعدد نظارت میکرد. منتها ما در کشورمون 3-4 تا بورس دولتی به وجود آوردیم و اعضای هیئت مدیره این بورس ها و مدیر عامل این بورس ها همه با نظر مقامات دولتی تعیین می شوند و یک اتحاد کاملی بین مقام ناظر و نظارت شونده متاسفانه در این زمینه هست. و این هست که حالا انتظاری که شما از بورس به عنوان یک مکانیزم بازار آزاد و بازار رقابتی دارید رو بهش نخواهید رسید. ولی این که این ببینید، من این استدلال جناب فلاح رو کاملا میپذیرم و تایید میکنم که هر چقدر هم که خودروساز قسم بخوره که به دلیل کمبود قطعه خودرو رو در انبارها متاسفانه انبار کردند و عرضه خودرو رو محدود کردند، بنده نمیپذیرم. بنده برداشتم این هست که تفاوت قیمت بین قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد انقدر زیاد هست که کل مجموعه خودروسازی به این نتیجه میرسه که در مقابل دولت و در مقابل حاکمیت مقاومت کنه و اجازه نده این خودروها رو خیلی ارزانتر به فروش برساند. البته یک نکته رو خدمتتون عرض کنم، وقتی که خودرو ارزانتر به فروش میرسه و خودروساز به اندازه کافی سود نمیکنه، از اون طرف هم خودروساز اون وقت مناب تسهیلاتی که دریافت کرده باز پرداخت نمیکنه. از اون طرف وقتی بانک نتوانست تسهیلاتی رو که در اختیار خودروساز قرار داده باز پس بگیره و این تسهیلات تبدیل به معوقات میشوند، بانک هم لاجرم اقدام به خلق نقدینگی میکنه و در نهایت هم از حساب بانک مرکزی اضافه برداشت خواهد داشت. یعنی به چه قیمتی ما قیمت خودرو رو در بازار داخل سرکوب کردیم؟ به قیمت افزایش تورم. شما ملاحظه میفرمایید از وقتی که این سیاست‌های داهیانه متاسفانه در کشور داره اجرا میشه، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پای پولی از کریدور 30 ساله خودش متاسفانه خارج شده و وضعیت تورم ما به مراتب بدتر شده. این به این دلیل هست که افرادی در سیاست گذاری حضور پیدا کردند که مطلقاً آشنایی با مباحث اقتصاد کلان و تحلیل‌های سیستمی که برای کنترل تورم ما نیاز داریم متاسفانه مطلقاً با اینها آشنایی ندارند. اینکه تصور کنیم با سرکوب قیمت خودرو می توانیم تورم رو کنترل کنیم، خب این یک سیاست شکست خورده ای هست که در کشور ما به مدت 50 سال اجرا شد و به شرمندگی کشور ما انجامید. در دنیا طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشریت رو متاسفانه به نام ایران ثبت کردند و سیاست هایی که در سالهای گذشته موجب افزایش تورم شد متاسفانه در سال 1401 هم داره ادامه پیدا میکنه. بنابراین من به نظر من بورس جای عرضه خودرو نیست، ولی اگر که این دوتا آلترناتیو در کنار هم قرار بگیره، این دوتا جایگزین در کنار هم قرار بگیره که یکی قرعه کشی خودرویی و بخت آزمایی خودرویی باشه و دیگری آزادسازی قیمتی در یک بازار شبه رقابتی، من قطعا دومی رو بر اولی ترجیح میدم. آقای دکتر سعدوندی، آقای فلاح گفتن که بورس کالا حداقل اینه که موجب شفافیت میشود. من هم اعتقادم همین است که کارکرد اصلی بورس کالا شفافیت در اقتصاد، عنوان برنامه ما اصلا دقیقا همینه. اما آنچه که ما الان در حال حاضر به عنوان بورس کالا داریم، موفق به چنین در واقع وظیفه ای شده با توجه به اینکه ابزارهای مشتق را ازش گرفتیم؟ بله، خب این علامت سوال بزرگی هست. حالا اینکه چقدر خود بورس کالا و مدیران بورس کالا در این زمینه در واقع نقش داشتند، این بالاخره باید پاسخ داده بشه، چون من اطلاع دارم، بالاخره باید منصفانه نقد بشه. من اطلاع دارم که فشارهای بیرونی از طرف افرادی که اصلا معلوم نیست که
با چه استدلالی مثلا باعث شدن که جلوی معاملات آتی گرفته بشه، فشارهای از بیرون بازار وارد شد و این فشارها به نظر من کشور رو دچار خسران بزرگ کرد. اگر که ما مثلا ابزار آتی ارز و آتی سکه رو داشتیم، مطمئن باشید که این هیچ وقت این بلبشو و نابسامانی که در بازار ارز الان داریم رو نمی داشتیم. ولی خب تصمیم ها جای دیگه گرفته میشه توسط افرادی که ناشناخته هستند و واقعا بنیه فکری و تجربی و علمی این افراد هم اصلا مشخص نیست. و این هست که شما میبینید که مثلا بازار بورس کالای ما که اتفاقا باید پیشران سایر بازارها باشه، شما میبینید که با اینکه خیلی در سالهای گذشته رشد کرده، من آمار الان ندارم ولی جناب فلاح آمار رو احتمالاً دارند و میتونن ارائه بدن که حجم معاملات مثلا در بازارهای کالای ما چقدر رشد داشته در طی سالهای گذشته، اما از نظر تنوع محصولات متاسفانه میبینیم که اون تنوع محصولات کافی رو نداره. حالا ما ما مثلا میایم معاملات آتی سکه رو که از جنبه کلان بسیار برای کشور ضروری هست متوقف میکنیم، سرکوب میکنیم، تخریب میکنیم، بیحیثیت میکنیم، بیعتبار میکنیم، از اون طرف مثلا معامله آتی زعفران انجام میدیم. آتی زعفران در هیچ جای دنیا نیست، در ایران هست، افتخاری برای بورس کالام هست که این آتی رو، این معامله آتی رو به وجود آورده. از اون طرف آتی زیره هم به وجود آوردن که اصلا من نمیدونم آیا معامله روی اون صورت میگیره یا نه، ولی این همه کالا ما در اقتصاد داریم که نقش بورس کالا میبایست بسیار بسیار مهمتر از نقشی باشه که الان به عهده داره و امیدوارم در آینده یک مقداری توجه بیشتر به بورس کالا به عنوان در واقع مهمترین، شاید در واقع مرجع تعیین قیمت در اقتصاد، باید بیشتر بهش توجه بشه. امیدوارم به عنوان مرجع شناخته بشود. در نهایت عرض کردم خدمتتون مثلا معاملات فولاد در بسیار و محصولات فولادی در بسیاری از بورس‌های جهان انجام نمیشه، ولی اینکه در بورس ما انجام میشه به نظر من افتخار بورس ما هست. اینکه زعفران در بورس ما مورد معامله قرار میگیره به نظر من بحث خیلی مثبتی هست و امیدوارم که در واقع این روند متوقف نشه و سرعت بگیره، اما فشارهای بیرونی تا الان مانع شده. اصولا هر جایی میخوایم پیشرفت کنیم یه سری فشارهای بیرونی میاد و پیشرفت متوقف میشه. و بحث باز شفافیت رو واضح نفرمودید که بورس کالا در اقتصاد ما چقدر تونسته ایجاد شفافیت بکنه. ببینید من حالا نمیخوام خیلی این رو بشکافم، ولی واقعیت این هست که شاید نسبت به بقیه بازارها موفق‌تر بوده، اما متاسفانه اعمال فشارهایی میشده در موارد متعدد، حتی خریدار رو محدود میکردن. مسائل خیلی خیلی پیچیده‌ای متاسفانه در این بورس در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود که باید یک روزی به این مسائل پرداخته بشه. اینکه سایر بازارهای ما چطور هستن نسبت به بورس کالا، و برداشت من این هست که باز هم بورس کالا یک ابزاری هست که تا حدی تونسته شفافیت رو نشون بده. اینکه آیا بر عملکرد بورس کالا به طور عمومی و کلی آیا انتقاد وارد هست یا نه، به باور بنده انتقادهای جدی هم به وضعیت بورس کالا وارد هست. پس نمیتونم به طور مطلق قضاوتی رو خدمت شما ارائه بدم. بورس کالا، عرضه کالا در بورس کالا از شفافیت بالاتری نسبت به سایر بازارها برخورداره. منتها اگر همین بورس کالای خودمون رو با بورس‌های کالایی سایر کشورها مقایسه کنیم، متوجه میشیم که چقدر کارایی در بازارهای بورسی ما چقدر پایین‌تر هست نسبت به استانداردهای جهانی. و در مورد تعداد کارگزاری‌ها و نحوه داد و ستدهاشون و اینها چی آقای دکتر؟ خب شما دیگه جان و سخن از زبان ما میگویی. خب این که سالهاست بنده دارم روش صحبت میکنم، 14 سال ما اجازه ندادیم حتی یک کارگزار جدید در بورس شکل بگیره. بعد از 14 سال ما به یک کارگزار اجازه دادیم که مجوز دادیم، مرتب هم اعلام میکنیم به کارگزاری های دیگه میخوایم مجوز بدیم. حداقل سرمایه رو برای کارگزاری به 100 میلیارد تومان افزایش دادیم. اینها فاجعه است. اگر در کشورهای دیگه اینجور مسائل اتفاق بیفته در عرصه سیاست گذاری، مطمئن باشید اعتراضات مردمی شدید صورت میگیره، ولی در کشور ما متاسفانه رانت پاشی و تبعیض و متاسفانه مخصوصا انحصار متاسفانه پذیرفته شده است در جامعه و این اتفاقا پاشنه آشیل اقتصاد ماست. ما چه تحریم باشیم چه نباشیم، ببینید مسئله مهم اقتصاد ما به نظر من همین مجوز هاست، همین انحصارات هست. حالا دولت جدید به بسیار قدم های مهمی رو برداشت در طی 2-3 ماه گذشته، هم دولت هم مجلس. من تشکر میکنم
قانونی رو که اخیراً، یعنی فکر می‌کنم امروز بود که شورای نگهبان تایید کردن قانون تسهیل کسب و کار رو، به نظر من خیلی خیلی قانون مهمی است. ای کاش در جامعه اهمیت این قانون شناخته می‌شد. اما خب می‌بینیم که متأسفانه در زمینه ارکان بازار سرمایه اصلاً بنای بر توسعه وجود نداره. به جای اینکه ریاست سازمان بورس بیاد اعلام کنه، اخطار بده که باید مثلا شرکت های تأمین سرمایه جدید به وجود بیاد، بنده اطلاع دارم که سال گذشته 33 درخواست مجوز شرکت های تأمین سرمایه رو به بورس ارائه داده بودند. بورس با کمال افتخار حتی به یک در واقع گروه مجوز شرکت تأمین سرمایه نداد، در حالی که برای توسعه بازار سرمایه و به خصوص بورس های کالایی ما نیاز داریم که تعداد شرکت های تامین سرمایه را افزایش بدیم. نیاز داریم که رقابت در این بازارها شکل بگیره، نه اینکه ما 12 تا شرکت تامین سرمایه داشته باشیم یا همین حدود. ما یه سری تعداد شرکت تامین سرمایه داریم که همه با هم رفیق هستن. همون رفیق بازی که در صنعت خودرو داریم، همون مسائل متاسفانه در بورس اوراق بهادار داریم. در زمینه کارگزاری به همین صورت یک افتخاری کردن که ما در واقع 100 رو شکستیم، شاخ غول رو شکستیم، به یک نفر، به یک گروه مجوز کارگزاری دادیم. خب چه کردید؟ چرا به یک گروه؟ من برداشتم اینه شاید بالای 100 تا مجوز جدید باید صادر می‌کردید. من برداشتم این است که اگر 100 تا مجوز کارگزاری جدید ما صادر کنیم، تازه حجم معاملات این 100 تا مجوز کارگزاری، این 100 تا کارگزار جدیدی که به وجود بیان، شاید کمتر از کارگزار رتبه 2 یا 3 بازار بورس اوراق بهادار باشه. یعنی حتی اگر شما مجوزها مسئله‌شو حل کنید، این انحصاراتی که خیلی قوی شکل گرفتن رو به همین سادگی نمیتونید رقابت رو به این بازارها برگردونید. متاسفانه هنوز وارد مرحله‌ای نشدیم. بازار سرمایه ما، مدیران بازار سرمایه ما هنوز حتی ادعای این که یک بازار رقابتی و یک بازار آزاد رو به وجود میآورند و مجوزها رو تسهیل میکنند، متاسفانه هنوز مطرح نشده و امیدوارم به حق این شب قدر امسال، امیدوارم تا سال بعد اصلا بساط مجوز و بساط انحصارات از اقتصاد ایران رخت بربندد. سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم و خب از همین سازوکار انتظار داریم که ایجاد شفافیت در اقتصاد بکنه. آیدو تا دوستان به من گفتن شما گویا بیشتر از این نمیتونیم در خدمتتون باشیم، باید خداحافظی بکنیم. خوشحال میشم تا آخر برنامه باشید، اما گویا جلسه دیگری یا کلاسی رو دارید و اینها، باید از خدمتتون مرخص بشیم. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر. سپاسگزارم از زحماتی که کشیدید و انشالله که امشب برای من دعا کنید، برای همه مردم عزیز ایران، و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.